اگه فکر میکنید برگشتن امتیاز سپاهان و پرسپولیس عجیب ترین رأی کمیته انضباطی و استینافه، پس قبلش این 5 تا رأی هم ببینید. این سقوطتون به معنی نیست که حق به حقدار نرسیده. 1-3 ماه محرومیت به خاطر پوشش نامناسب همسر. سال 96 محسن فروزان به خاطر اینکه همسرش مدل بود 3 ماه محروم شد. تو حکمش اومده که شؤونات اسلامی و اخلاقی همسرت چون رعایت نشده موجب لطمه به اعتبار فوتبال ایران شده، بعد 3 ماه هم محروم میشی. خدا رو شکر اسلاماچونی از ایران رفت، وگرنه الان با این حرکات معلوم نبود کجا بود. 2-ترک زمین و 3-هیچ نشدن بازی. سال 94 تو بازی تکاور زابل و تیم شمال، کاپتان تیم شمال کارت قرمز میگیره، بعد کل تیم با داور درگیر میشن، آخرم همشون زمین رو ترک میکنن. اما نه تنها بازی 3-0 نمیشه، بلکه فرداش بازی رو از همون دقیقه‌ای که متوقف شده بود ادامه میدن. ولی کاش فقط همین بود. تیمی که کارت قرمز گرفته بوده با 11 نفر کاملش میاد تو زمین، هر دوتا تیمم بدون اطلاع داور چند تا یارشون رو تعویض میکنن، بازی رو ادامه میدن. ولی خب کمیته انضباطی کلا گفت بلش کن. سه، محرومیت گوینده ورزشگاه. تو سال 1400 گوینده ورزشگاه آلومینیوم عراق به دلیل توهین به مقامات رسمی 1 جلسه از پشت بلنگو رفتن محروم شد. آمپوش خیلی شدید قرار گرفتن بگرنه روحب شما انگوست نمی آوردن. 4، محروم کردن 1 بازیکن از فرانکفورت آلمان. تو سال 94 احسان حاج صفی هفته 3 با کمک داور حرفش میشه، بعد یه بازی محرومش میکنه. من تا انقدر دیر حکمشو میدن که حاج صفی اصلا اون موقع تو فرانکفورت بوده. حالا جالب اینجاست بعدن که برمیگرده سپاهان هم حکمشو یادشون میره و کلن اون 1 جلسه محرومیت میره رو هوا. 5، اعلام حکم کمیته انضباطی توسط تتلو. تو سال 94 راه آهن 2 ماه بعد از فصل نقل و انتقالات یه بازیکن میخره به اسم موتومبا، که این میاد چند تا گل هم میزنه، راه آهن از سقوط نجات پیدا میکنه، به جاش پیکان میره لیگ 1. پیکان میره به خاطر استفاده راه آهن از بازیکن غیرقانونی شکایت میکنه. کمیته انضباطی رأی به نفع راه آهن میده، ولی کمیته استیناف میاد بررسی میکنه، میبینه خب بازیکن هنوز عضو تیم تو ترکیه بوده، سند جعل کرده، اومده تو راه آهن بازی کرده، برای همین همه بازیهای راه آهن که موتومبا توش بوده رو 3-0 میکنه. اینجا راه آهن سقوط میکنه لیگ 1، پیکان میمونه لیگ برتر. ولی بعد از 2 ساعت دادستانی کشور به خاطر اینکه متولی راه آهن در اموال بابک زنجانی بوده رأیو برمیگردونه. رأی 1 ماه به حالت تعلیق در میاد و هیچ کس هم نمیدونسته قضیه چی میشه. و اینجا بعد از 1 ماه امیر تتلو نتیجه بزرگترین پرونده تاریخ فوتبال ایران رو تو صفحش می نویسه. چطوری؟ تتلو صبح بلند میشه میره ورزش، فرهاد کاظمی مربی راهن رو میبینه، اونم بهش میگه ما تو لیگ برتر موندیم. در حالی که فدراسیون فوتبال جرئت نمیکرده رأی ناحقش رو اعلام کنه، تتلو میاد تو صفحش می نویسه راهن تو لیگ موند. بعدش هم میگه از این به بعد میخوام با تتلی تیام برم همه جای ایران بازی این تیم و ورزشگاهشو پر کنم. البته متاسفانه بعدش رفت ترکیه، هیچ وقت قسمت نشد بره ورزشگاه راهنو پر کنه. الانم که برش گردوندن ایران دیگه راهنی وجود نداره که بخواد بره ورزشگاه. این پرونده به عنوان بالاترین مرجع قضایی فدراسیون فوتبال حق رو به حقدار رسوندین یا خیر؟ من یک بار همین سوال از من پرسیدن، گفتم اجازه بدین که سکوت کنیم.